سلام علیکم، مخلصیم خدمت برابچه های عزیز سال 11 در سرتاسر ایران. سلام عرض میکنم، ایشالله که حالتون خوب باشه، ایام به کام باشه. در سال بسیار سخت کرونایی به سر بردید جان. آره چاتم باز کن. و میدونم که سال خیلی سختی بود، دوست داشتید بیرون باشید، با رفقا عشق و حال کنید. همه چیز ختم شد در خانه و اینی که بشینیم پشت سیستمامون و از راه دور درس بخونیم. باری امروز در مجموعه کلاسی نو در خدمتتون هستم تا یک کار شاید عجیب غریب برای شمایی که سال 11 همید انجام بدم. متن کتاب 11 همتون نیم سال دوم رو از دل 35 تا تست بیرون کشیدم. آره تعجب نکن، تست. میخوام بگم چیزایی که یاد گرفتی چقدر میتونه متفاوت باشه و چقدر متفاوت ازش سوال بیاد. در بین این تست هایی که قرار براتون حل کنم تشریحی هم توضیح میدم که داره چه اتفاقاتی میفته. در حقیقت این تست ها اون تله هایی هستن که در آزمون تشریحی میتونه استفاده بشه. اصلا تعریف تست یعنی تله هایی که در تشریحی وجود داره و ما قرار اونها رو دستاویز قرار بدیم برای اینکه تو توشون اسیر بشی. 35 تا تست داریم، از املا دادم، لغت دادم، آرایه دادم، قرائت معنایی دادم، زبان فارسی هم دادم. بی هیچ مقدمه ای بریم با هم دیگه درس بخونیم، ببینیم چه خبره. مخلصیم، به 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 به، مخلص مخلص. بریم سراغ اولین تستی که داریم و ببینیم که اوضاع از چه قراره. خیلی خوب، تست اول زده معنی ساختن در کدام بیت متفاوت است. خب ساختن واژه‌ایه که در واژه‌نامه کتاب درسی خودتون هم هست و اون رو میشناسید. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که گاهی اوقات ما بتونیم در متن تشخیص بدیم که ساختن داره چه معنی میده. سه تا معنی برای ساختن وجود داره، بلد باشید. ساختن اولین معنی که میتونه بده معنی گرداندنه، چیزی که در متن کتاب درسی تو نیست. آقا چطوری میتونه معنی گرداندن بده؟ یه مثال برات میزنم. میگم او من را دیوانه ساخت. وقتی میگم او من را دیوانه ساخت یعنی چی؟ یعنی او من را دیوانه گرداند. ایول. حالا اگه بخوام یه ذره بالاترم بهت بگم، یادتون باشه هر وقت ساختن معنی گرداندن میگه الان به دردت نمیخوره، ولی سال کنکورت میفهمی. میتونه جمله چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند درست کنه. چگونه گردان دیوانه چه کسی را؟ من را. میشه جمله چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند. دو، ساختن میتونه معنی درست کردن چیزی رو بده. من خانه ای ساختم، یعنی اونو به وجود آوردم، درستش کردم. و سه، ساختن میتونه معنی مدارا کردن و سازش کردن بده. میگم رفیقم با اخلاق بد من ساخت، یعنی کرد، مدارا کرد. حالا بر مبنای این سه تا توضیحی که خدمتون دادم بیاید با هم دیگه بخونیم. بیتایی هم که آوردم عموما از ابیات شاهنامه است که درس کاوه دادخواه رو در سال 11 هم دارید ازش. میگه بیارید دانند آهنگران یکی گرز سازند ما را گران. اول بیایید بریم تکلیف این راه رو مشخص کنیم. یکی گرز سازند ما را گران، اگر مرتب کنیم میشه یک گرز گران برای ما سازند. به رایی که معنی برای یا تبدیل به حرف حرف اضافه میشه، مثل از به یا برای، میگن رای حرف اضافه. یک گرز گران برای ما بسازن. همتون جواب بدید، به نظرتون اینجا ساختن داره معنی چی میده؟ مدارا کردن، واقعا ساختن یه چیز یا گرداندن؟ بنویسید برام ببینم کدوم معنی رو داره میده اینجا ساختن. یکی گرز سازن ما را گران، تایپ کنید بچه ها، یعنی که یک گرز گران برای ما بسازن، یعنی به وجود بیارن. اینجا داره معنی درست کردن میده. بریم سراغ دو. دیدم که ملک فقر من از ملک جنبه هست.
زر وام کردم از رخ و خاتم بساختم. یه بار معنی کنم به ای تو براتون. دیدم که ملک فقر من از مملکت جمشیدم بهتره. به این استراحت رابط میگن دولت فقر. آره تعجب نکن. عرفا میگن هر چیزی ما تو این دنیا داشته باشیم میتونن از ما بدزدن به غیر از هیچی. پس وقتی من هیچی نداشته باشم کسی نمیتونه چیزی از من